زندانی در بهشت، درمانده و بیپناه. این پناهجویان به هر دری میزنند بلکه صدایشان شنیده شود. شرایط اینقدر بحرانیه که از کنترل خارج شده. اینجا هر 5 دقیقه یه نفر میفته تو فوکس. پناهجویانی که استرالیا آنها را نمیخواهد. از این به بعد پناهجویی که با قایق به استرالیا بیاد تحت هیچ شرایطی به عنوان پناهنده در استرالیا پذیرفته نمیشه. آنها با دادن هزاران دلار به قاچاقچیان انسان تلاش کردند به استرالیا برود، کشوری که درها را به رویشان بسته. استرالیا آنها را به پاپوا گینه نو فرستاده، به اردوگاهی با شرایط تکان دهنده. باورم نمیشد ما داریم انسانها را در چنین شرایطی نگه میداریم. من شاهد چیزایی بودم که هیچ آدمی به سن من نباید ببینه. مرسی، تو خوبی؟ بعضی از این پناهجویان در اوج درماندگی از داخل اردوگاه با من در تماس بودند. انواع بیماری های روانی در سراسر کم موج میزند. بر اساس سیاست های جدید استرالیا، این پناهجویان میبایست در پاپوا گینه نو اسکان داده شوند، یکی از فقیرترین و خطرناکترین کشورهای دنیا. این پناهجوها نمیخوان در پاپوا گینه نو بمونن، میخوان برن استرالیا. اسکان دائمشون اینجا دیوانگیه، دیوانگی محض. سیاستهای استرالیا شاید راه قایقها را سد کرده باشد، ولی سوال اینجاست که به چه قیمتی؟ با وجود سختگیریهای استرالیا برای پوشش خبری این ماجرا، من تلاش میکنم تا تبعات انسانی این سیاست ها را بررسی کنم و آثار آن را بر مردم پاپوا گینه نو نشان دهم. من فریبا صحرایی به دنبال ردپای پناهجوهای استرالیا به کشور پاپوا گینه نو سفر کردم. سیاست های سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، راه حلی برای مبارزه با قاچاق انسان یا ابزاری برای نقض حقوق بشر؟ رفتار تحقیرآمیز و غیر انسانی، استفاده بیش از حد از زور، مشکلات روحی روانی گسترده. وقتی رسیدم جزیره مانوس شوکه شدم. باورم نمیشد انسانها را در چنین شرایطی نگه دارن. نیکول دانشجوی استرالیایی فقط 22 سال داشت که برای کار کردن در اردوگاه پناهجوهای مانوس اقدام کرد. اگه از من بپرسین، پناهجوها در پاپوا گینه اینو امنیت ندارن. نیکول بعد از 4 ماه کار کردن در این اردوگاه از آن چه دید بهت زده شد. او میخواهد روایت پناهجوهای مانوس را برای مردم استرالیا و همه دنیا بازگو کند. من در شرایطی قرار گرفتم که هرگز نباید قرار میگرفتم. چیزایی دیدم که آدمی به سن من نباید ببینه. انتقادم هم فقط متوجه دولت استرالیاست. واقعیتش اینه که چیزایی که همسنای من بهش مشغولن دیگه مسئله من نیست. نمیتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. واقعا به هم سخت گذشته. خیلی سخت. از این به بعد پناهجویی که با قایق به استرالیا بیاد تحت هیچ شرایطی به عنوان پناهنده در استرالیا پذیرفته نمیشه. طبق آمار موجود در سال 2013 میلادی 400 قایق با بیش از 26 هزار پناهجو به سواحل استرالیا رسیدند. بیش از 300 پناهجو در راه غرق شدند. با رشد تعداد قایق‌های حامل پناهجو به سمت استرالیا، مقام‌های این کشور درها را به روی آنها بستند. پناهجوهایی که اکثراً از ایران، افغانستان، عراق و سریلانکا بودند و همگی در رویای زندگی بهتر. آنها
آنها با دادن هزاران دلار به قاچاقچیان راهی اندونزی شده و از آنجا با قایق به سمت جزیره کریسمس، نزدیکترین نقطه از خاک استرالیا می رفتند، جایی که بتوانند درخواست پناهندگی دهند. استرالیا که از زمانهای دور به پاپوا گینه نو به چشم راه حلی برای این مشکل نگاه می کرد، در ژوئیه 2013 با همسایه خود قرارداد همکاری بست. پناهجویانی که به جزیره کریسمس میرسند برای بررسی وضعیت پناهندگیشون به جزیره مانوس یا نقاط دیگر پاپواگینه نو منتقل میشند. اگر درخواستشون پذیرفته بشه در همون پاپواگینه نو اسکان داده میشند. قراردادی که بر اساس آن استرالیا پناهجوهایش را به پاپواگینه نو و ناورو میفرستد و در مقابل به آنها کمک مالی میکند. پناهجوهایی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شود همانجا اسکان داده میشوند. ما معتقدیم در این کشور و در جاهای دیگه این منطقه تا سالها جا برای زندگی پناهجوهایی که واقعا پناهجو باشن هست. به عنوان روزنامه نگاری که سالها موضوع پناهجوها را دنبال کرده، من پای صحبت خیلی از پناهجوها نشستم. طی یک سال و نیم گذشته با عده زیادی از پناهجوهای ایرانی در جزیره مانوس در تماس بودم. فرسنگ‌ها دورتر از محل کارم در لندن. پناهجوهایی با روایت‌های تلخ و تکان دهنده. با شنیدن این روایت‌ها مصمم شدم به پاپواگینه نو سفر کنم. جایی که بتوانم تبعات واقعی سیاست‌های استرالیا را نه فقط بر پناهجوها بلکه بر مردم گینه نو بررسی کنم. پاپواگینه نو کشوری دور افتاده در قلب اقیانوس آرام از مستعمره های سابق استرالیا است که تنها 150 کیلومتر با آن فاصله دارد. سرزمینی به غایت زیبا با طبیعتی بکر و حیرت انگیز و مردمی مهربان. اما این بهشت طبیعی روی دیگری هم دارد. در پورت مورزبی پایتخت، یکی از خطرناکترین شهرهای دنیا، از همان بدو ورود ناامنی را حس می‌کنی. توریست‌های خارجی در هتل‌هایی با حفاظ‌های امنیتی بلند اقامت می‌کنند. امنیت اینجا یک مسئله جدیه، حتی در هتل محل اقامت ما. تیراندازی، غمکشی و دزدی ماشین اینجا بخشی از زندگی است. در پورت مورزبی به من توصیه شد که فقط با راهنمای محلی در شهر تردد کنم و بعد از تاریکی از هتل بیرون نروم. حتی در بازارچه محلی شهر پلیس و گارد امنیتی بازارچه ما را همراهی می کردند. گویی ما اولین خارجی هایی بودیم که پا به اینجا می گذارند. گینه نو و استرالیا یک دنیا فاصله است. مطابق یک نظرسنجی پورت مورزبی از بدترین شهرهای جهان برای زندگی و شهرهای استرالیا جزو بهترین نقاط دنیا برای زندگی انتخاب شدند. الکس رینی سردبیر روزنامه پست کوریر از روزنامه‌های اصلی گینه نو کشورش را اینگونه توصیف می‌کند. پاپواگینه نو سرزمینی است با بیش از 1000 قبیله مختلف. حدود 7.5 میلیون جمعیت دارد که به 850 زبان مختلف صحبت می‌کنند. به لحاظ تنوع فرهنگی و تنوع زبانی کمتر کشوری در دنیا مثل پاپواگینه نو داریم. 85% جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند و زندگیشون عموماً از کشاورزی و ماهیگیری می گذره.
از نظر کشاورزی جایی پیشرفت زیادی داره، هرچند تا حالا این موضوع محقق نشده. استرالیا در تمام تاریخ پاپواگینه اینو نقش محوری داشته. ارتباط بین دو کشور هم روز به روز داره نزدیکتر میشه. مرکز پناهجویان در جزیره مانوس هم نقش مهمی داره. این مرکز در واقع قدم بعدی در روابط استرالیا و پاپواگینه نوست. استرالیا مشکلی داشت به نام قاچاقچی‌های انسان. دنبال راه حل بود و پاپواگینه نو راه حل را به آن نشان داد. همان راه حلی که نیکول را به جزیره مانوس کشاند وقتی او می‌خواست به عنوان مددکار در اردوگاه کار کند. من هفته ای 6 روز روزی 12 ساعت توی کمپ بودم. به پناهجوها انگلیسی یاد می‌دادیم، باهاشون ورق بازی می‌کردیم، گپ می‌زدیم. از دور شغل عجیبی به نظر میاد. در حقیقت شغلمون این بود که باهاشون تعامل داشته باشیم. حواسمون به حالشون باشه. کلاً باهاشون دوست باشیم. استرالیا نیروهای دیگری را هم به مانوس اعزام می‌کرد. یکی از آنها مارتین اپلبی کارشناس امنیتی بود. او نیروهای بومی را برای حفاظت از اردوگاه آموزش می‌داد. من از قبل با پاپواگینه اینو آشنا بودم. میدونستم چه جور جاییه. فکر میکردم موقعیت خوبیه. گفتم میرم یه کمی شمال، درست زیر خط استوا. اصلا انتظار زیادی نداشتم، فقط گفتم گینه اینو جای خوبیه برای رفتن، آفتاب و دریا و خلاصه فکر کردم هم فال هم تماشا. در واقع انتظار زیادی از جزیره مانوس نداشتم، ولی همین انتظار ناچیزم همین که پام به اونجا رسید عوض شد. امید یکی از پناهجوهای ایرانی هم تابستان 2013 به اردوگاه مانوس فرستاده شد. روزنامه نگار جوانی که از ترس بازداشت در ایران راهی استرالیا شد ولی از مانوس سر در آورد. سلام. مرسی، تو خوبی؟ او از بدو ورود به اردوگاه زندگی پشت حصارهای بلند را برایم به تصویر کشیده. در گزارش‌های تلفنی و مکتوب. برای حفظ هویتش ما اسم او را عوض کردیم. فکر میکردم استرالیا کشور خیلی خوبیه برای زندگی، مخصوصا برای پناهجوها. تنها راه رفتن من همین با کمک قاچاقچی‌هایی بود که میشناختم. ولی به جای استرالیا از اینجا سر در آوردم. استرالیا باید تصمیم بگیره که با ما چیکار میخواد بکنه. علی‌رغم محدودیت‌های ورود به اردوگاه مانوس برای روزنامه‌نگاران، تصمیم گرفتم به این جزیره سفر کنم. استرالیا نمی‌توانست نقطه‌ای دورافتاده‌تر را برای این اردوگاه انتخاب کند. پروازی که از پورت مورزبی حدود 1.5 ساعت طول می‌کشید. همان ابتدای پرواز گویی زیر نظر بودیم. یکی از ماموران امنیتی اردوگاه در طول پرواز به ما مزنون شده بود. او می‌خواست بداند برای چه به مانوس می‌رویم. در فرودگاه مانوس دو مامور امنیتی مخفیانه از ما عکس گرفتند و شماره ماشینمان را هم برداشتند. پیامی که نشان می‌داد اقامت در مانوس چندان هم راحت نخواهد بود. مانوس جزیره ای است کوچک، پوشیده از جنگل‌های انبوه و تپه‌های سرسبز با سواحلی زیبا. جزیره ای 50,000 نفری که بیشتر به روستایی بزرگ شبیه است تا شهر. لورنگاو شهر اصلی تنها یک بانک دارد، یک سوپرمارکت و یک بازارچه کوچک. از کافی شاپ، سینما و سیستم حمل و نقل خبری نیست. نیکول و مارتین اما با ورود به اردوگاه مانوس رویای کار کردن در بهشتی وسط اقیانوس را بر باد رفته دیدند.
وحشت کرده بودم. باورم نمیشد. جزیره مانوس حس زندان به آدم میداد. از کنار حصارای بلند رد میشدی، پناهجوها پشت این دروازه ها زندانی بودن. اولین بار که اومدم 5 دقیقه راه نرفته بودم که پناهنده ها شروع کردن به تکون دادن حصارای آهنی و کمک خواستن. عین زندان بود. خیلی غیر انسانی بود. بوی مدفوع می اومد. توی اون گرمای وحشتناک با اون پشه ها. یادمه با همکارام همدیگر رو نگاه می کردیم. سر تکون می دادیم. یعنی اینجا اومدیم چی کار؟ تا رسیدیم گفتم خدای من، ما وارد کمپ شدیم، ولی تنها چیزی که دیدیم چند تا اتاقه که فلزی جنگ جهانی دوم با یه سری چادر برای آشپزی. هیچ اثری از دنیای مدرن نبود. از صورت مردم استراب میبارید. با کارکنان کمپ که حرف میزدی معلوم بود استرس دارن. خلاصه هفته اول وحشتناک بود. هیچ امکاناتی نبود. بارونهای وحشتناک می اومد. خیلی ناجور. داشتی غذا می خوردی یهو خیس آب می شدی. همه چی بدوی بود. برای امید اما زندگی در کمپ مثل یک کابوس بود. ده ها نفر از ترس کابوس هایشان به خواب نمی روم. انواع بیماری های روانی در سراسر کمپ موج می زند. ما اینجا دیگر به دیدن خون عادت کرده ایم. تقریبا به شکل روزانه کسانی هستند که خودزنی می کنند و در کشاکشی مازوخیست با دیدن خونشان احساس آرامش و موقتی می کنم. به توصیه راهنمای محلی و با وجود تدابیر شدید امنیتی، بهترین راه برای دیدن اردوگاه پناهجوها رفتن با قایق بود. در هوایی طوفانی به موازات ساحل به طرف شرق جزیره حرکت کردیم. اردوگاه از دوردست به زندانی متروکه شبیه است، با حصارهایی بلند. ما الان نزدیک اردوگاه پناهجوهای مانوس هستیم، ولی باید خیلی مواظب باشیم که زمانی که داریم از اونجا عبور میکنیم حق فیلم برداری نداریم و باید مواظب باشیم که نیروهای امنیتی ما رو نبینن. چیزی بیش از 1000 پناهجو، اکثرشون از ایران و افغانستان، اینجا الان منتظر تعیین تکلیفشون. همه در بلا تکلیفی به سر میبرن و احساس میکنن موجودای فراموش شدن. اردوگاه پناهجوها بر زندگی بومیان مانوس هم بی تأثیر نبوده. ساکنان جزیره با کار کردن در این اردوگاه مستقیماً از بودجه 500 میلیارد دلاری استرالیا بهره مند می‌شوند. بودجه‌ای که سالانه برای گرداندن اردوگاه هزینه می‌شود. در حالی که بومیان جزیره می‌گویند از کمک‌های مالی استرالیا برای توسعه جزیره چیزی عایدشان نمی‌شود. قراردادهای ساخت و ساز به نظر به جای شرکت‌های بومی به شرکت‌های استرالیایی داده می‌شود. آلن پومات، رئیس یکی از شرکت‌های ساختمانی محلی، می‌گوید استرالیا از این دست می‌دهد و از آن دست پس می‌گیرد. از او پرسیدم آیا اردوگاه پناهجوها برای بومیان مانوس منافعی دارد؟ خیر، خودتون می‌تونید ببینید. از محلی‌ها من تنها کسی هستم که تونستم کار بگیرم. هر چی کار هست، کار برق، لوله کشی، حمل و نقل، همه رو میدن به خود استرالیایی‌ها. از من بپرسی چیزی به مردم مانوس نمیرسه. بیشتر پولی که خرج میکنن برمیگرده داخل استرالیا. یعنی از 1 میلیارد کینا که میاد مانوس، بخش عمدش برمیگرده استرالیا. با پولی که استرالیا به شریانهای اقتصادی مانوس تزریق کرده، ساخت و سازهای زیادی اینجا در جریان است.
سرمایه‌گذاری‌های استرالیا در داخل جزیره مانوس زندگی مردم رو توی این شهر تقریبا میشه گفت دگرگون کرده. به زودی این بازارچه سنتی منتقل میشه به یک بازارچه کاملا جدید و مدرن پایین همین خیابون. بومیان جزیره میگویند اردوگاه هزینه های زندگی را بالا برده، ولی در این حال برای بعضی کارآفرینی هم کرده. I'm very happy, but at the same time, I want to see the spin-off benefit for the people of Manus. We could laugh, all kind look where all outside country come in long Manus. We could laugh, but problem long you me now long here and depend long on some money could pass long you me. As all some old leader, he come out and explaining when I'm something where people long Manus must understand him when I'm because I'm nubla. I think the program itself is very good for Manus. Basically, the project has created a lot of employment, and we have seen small spin-off. It's good for the island. We like it for our benefit. At the moment, we don't have a gastro production or revenue for Manus, but this one, when we have asylum seekers in Manus, we have development. We have money coming in, money flowing to Manus. اما مقام‌های مسئول درباره اردوگاه چه فکر می‌کنند؟ از دفتر استاندار مانوس با ما تماس گرفتن که بگن حاضرن با ما مصاحبه کنن. من الان دارم میرم به دفترش تا با اون ملاقات کنم. با چارلی بنجامین در اقامتگاه فرماندار پیشین جزیره ملاقات کردم، جایی که هنوز آثار حکمرانی استرالیا قبل از استقلال پاپوا گینه نو را بر پیشانی دارد. بازداشتگاه پناهجوهای استرالیا دقیقاً تو جزیره شما واقع شده. نظرتون در این باره چیه؟ خب دولت پاپوا گینه نو تصمیم گرفته که این کار انجام بشه. ما هم در مانوس تابع دولتیم. بنابراین این کار انجام شده. منتها اگر نظر شخصی من رو بخواید، کار درستی نیست. فکر میکنید وجود بازداشتگاه پناهجوهای استرالیا در جزیره شما اساساً به نفع مردم منطقه هست؟ شاید من توقع زیادی دارم، ولی به نظرم ما داریم در برابر کمک استرالیایی ها از اعتبار و آبروی خودمون گرو میذاریم. آیا کمکی که اونها میکنن با کمکی که ما به اونها میکنیم یکیه؟ به نظر من که نیست. مانوس همیشه یکی از آرامترین مناطق کشور بود، ولی از وقتی این برنامه اجرا شده با خودش مشکلات اجتماعی آورده. پلیس و مامورای ضد شورش مردم رو تهدید میکنن، فحشا زیاد شده و مشکلات اجتماعی دیگری که احتمالاً در مقایسه با سود این ماجرا سنگینی میکنه. در اردوگاه مانوس اما وضعیت از اواخر سال 2013 میلادی رو به وخامت گذاشت. اردوگاهی با گنجایش تنها 500 نفر حالا میزبان بیش از 1000 مرد جوان بود. به نظر من شرایط اردوگاه ها کاملا غیر انسانی و تحقیرآمیزه. حتی دستمال توالت هم نداشتن. موارد مالاریا و تیفوئید داشتیم. مشکلات روحی روانی داشتیم. به خاطر احساس زندانی بودن، گیر افتادن در فضای بسته و محدود کمپ ها، وجود صدها مرد در اونجا وضع رو به مراتب بدتر میکرد. خودم بارها اقدام به خودکشی دیدم، یا موارد خودآزاری، یا یکی همینجوری نشسته بود یکو فریاد میزد یا گریه میکرد. یک جوان پاکستانی در حمام خودش را حلق‌آویز کرده بود با ملحفه‌ای که 6 ماهی میشد کسیان را عوض نکرده بود. رنج بی اندازه و ترس مفرد. هنگامی که به بالای سرش رسیدن رنگ پریده بود و بیهوش. پرنده‌ها وحشت زده او را بالای دستشان گرفتند و به سمت در اصلی کمپ بردند، گویی در جنگ کشته شده
و همرزمانش جنازه‌اش را به پشت جبهه انتقال می‌دهم. من کتک زدنم دیدم. هر روز کارکنان اونجا پناهنده ها رو تحقیر می کردن. مثلا می شنیدی بگن اب نداره، مسلمونه. کلن نگاه کلیشه‌ای زیاد بود و نژاد پرستی و بدرفتاری. کف اتاقک های فلزی هیچی نبود، فقط بتون بود. توی هر کدوم 120 نفر می خوابیدن. 4 تا پنکه پایدار بود به عنوان تهویه. صادقانه بخوام بگم باورم نمیشد هیچ موجودی رو در چنین شرایطی نگه داریم، چه برسه به آدمیزاد. اون وحشتناک بود، واقعا وحشتناک بود. من برای کار رفته بودم، کاری که تخصصمه، ولی بالاخره آدم وجدان داره. این که می دیدم با آدم ها اینجوری رفتار می کنیم واقعا آزارم می داد. آخرش از دست این دندون لعنتی راحت شدم. رولا کمکم کرد. تو ایران سرباز زندان بوده. یه سیم فرسا کن داغش کرد تا سرخ شد، بعد فرو کرد تو دندونم. پشمندشم یه سیگار کامل خاموش کرد تو سوراخش. می گفت از زندونیا تو ایران یاد گرفته. شرایط وقتی حاد شد که پناهجوها همه آرزوها برای رفتن به استرالیا را نقش براب دیدند. یه روز بالاخره به پناهجوها گفتن که هیچ وقت پاشون به استرالیا نرسیده. از اون روز تنش‌ها زیاد شد. ارتباط عادی ما و پناهجوها کم کم خراب شد. به هر حال ما مأمور بودیم. ما رو آدم دولت استرالیا می دونستن و رفتارشون تغییر می کرد. کم کم اسلحه پیدا می کردیم در محل زندگیشون، یه جاهایی که اونا پنهانش کرده بودن. و وقتی جایی اسلحه پیدا می کنی، یعنی داره یه خبرایی میشه، یه اتفاقایی داره می افته. نیکول و مارتین بعد از این اعتراض‌ها به کشورشان برگشتند. ناآرامی‌ها در اردوگاه در فوریه 2014 میلادی بالا گرفت. درگیری‌ها به خشونت کشیده شد. از یک سو پناهجوهای معترض و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و بومیان جزیره که حالا وارد محدوده اردوگاه شده بودند. الو، خانم فریبه صحرایی، من جینه زنگ زنم. اینجا چراغ خاموش کردم. اخبار تکان دهنده از داخل اردوگاه شب و نیمه شب به من میرسید. پناهجوهایی که از پشت خط تلفن درخواست کمک میکردند. خب چیر میزدن تو اتاقا. اگه میگفتن ایرانی که ایرانی، اگه ایرانی بودی میزدنت. خب بگم آبادی. از اول معلوم بود اینجوری میشه. بالاخره یه روز منفجر میشد. رضا براتی هم آن شب آنجا بود. پناهجوی 24 ساله ایرانی با قامتی بلند و از خانواده‌ای فقیر. پدرش مجبور شد هزینه سفر رضا به استرالیا را با فروش زمین کشاورزیش تأمین کند. رضا میخواست در استرالیا کار کند و برای خانواده‌اش پول بفرستد. تمام مردم و مانو با خود بلیندا با چوب و پهما و سنگ حمله کردن به کمپ مایک و به کمپ فوکشارد و به کمپ اوسکار. یکی به من تلفن کرد، گفت دارن به همون شلیک میکنن. باید چی کار کنیم؟ چجوری از خودمون دفاع کنیم؟ چجوری باید بجنگیم باهاشون؟ من گفتم برید توی کتابخونه، قفسه ها رو هم بذارید پشت در. پیغاما رو هنوز دارم. تنها کاری که ازم برمی اومد همین بود. واقعا نمیدونم چی کار باید میکردن. خیلی وحشتناک بود. معلوم نیست باید چی کار میکردن.
حسین از دوستان و همسفران رضا بود. او از آن شب خونین میگوید. شما موقعی یه فیلم وحشتناک که نگاه میکنید تو پای تلویزیون چیز دیگه دارید، فیلم وحشتناک نگاه میکنید. من نگاه فیلم وحشتناک نگاه میکردم، اما تو خود فیلم وحشتناک بودم. واقعیتی موقعی که یه رفیق رو دارن با چوب محکم دارن تو حیات دارن میزنن، اونم کی؟ اونم مثلا یه آدم های قریبی که اصلا نمیشناسی کی هست. شما فکر کن یکی به کمکت نیاز داره، اما تو باعث میشه که اگه شما خودت میدونی که اگه بری بیرون اون اتفاقا واسه خودت میفته، بعد نمیتونی کاری کنی، میخوای بری کمک رفیقت کنی نمیتونی بری کمک رفیقت کنی، از ترس میخکوب میشی دیگه. من بعضی وقتی که مثلا ماها بیدار بودیم تا صبح بیدار بودیم، بعضی بچه ها جیغ میزنن تو خواب، یعنی واقعا کابوس میدیدن. من خودم خیلی کابوس دیدم واقعیت. بیش از 70 پناهجو در آن حوادث خونین زخمی شدند. یک نفر گلوله خورد و یک نفر هم یک چشمش را از دست داد. این اوج بدبختی بود که یک مرد جوان جونش را از دست داد و اون همه زخمی شدند. واقعا ناراحت کننده بود. میشد پیش بینی کرد چنین اتفاقی بیفته. من یکی مرتب میگفتم که این اتفاق بالاخره میفته. بنابراین وقتی شنیدم اینجوری شده اصلا تعجب نکردم، ولی خیلی ناراحت شدم. دو نفر از بومیان مانوس به اتهام قتل رضا براتی در گینه نو دستگیر شدند. جسد رضا براتی به ایران برگردانده شد تا در روستای محل تولدش در ایلام دفن شود، جایی که هنوز خانواده داغدارش در سوگ او به سر می‌برند. مرد وضعیت مقدرش همیشه تو فکر بشه، گریه میکنه، زور میکنه، بدبختی میکنه. آخرین بار دودن یه ماه مانده بود مثلا کشته بشه، به مادر زنگ زده بود. اولا رضا دیگه از شکلش اصلا نبود، از محبتش، از غیرتش، از همه، هیچ کسی از رضا نداشت. رضا یه فرشته بود، از دست ما رفت. The news of a death is a great tragedy. خبر این مرگ واقعا غم انگیز بود. از همینجا با خانواده این شخص و دوستانش که در اون مرکز با او بودن اعلام همدردی میکنیم. ده ماه بعد از این حوادث نتیجه تحقیقات یک کمیته پارلمانی استرالیا نشان داد دولت این کشور به وظیفه‌اش در حفظ جان پناهجوها عمل نکرده. این تحقیقات همچنین نشان داد حوادث مانوس کاملا قابل پیش بینی بوده. در گزارش تحقیقات این کمیته، ازدحام بیش از حد جمعیت، ناامنی اردوگاه و تأخیر در رسیدگی به وضعیت پناهجوها از عوامل اصلی بروز خشونت‌ها عنوان شد. وقتی خبردار شدم فرماندار مانوس هم نتوانسته مجوز ورودم را به اردوگاه بگیرد، تصمیم گرفتم بار دیگر به این دژ آهنی نزدیک شدم. ماموران امنیتی اردوگاه قبلاً شماره پلاک ماشینم را برداشته بودند. این بار میبایست با ماشینی جدید و راننده محلی راهی اردوگاه میشدم. ایست بازرسی اول را رد میکنیم و وارد محوطه اردوگاه میشویم. بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره چشمم به پناهجوهایی می‌افتد که در آن گرمای طاقت فرسا در اردوگاه پرسه می‌زنند. اردوگاه به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی است. حصارها بلند، چراغ‌ها پرنور و مأموران پرتعداد. شرکت مسئول امنیت اردوگاه بعد از خشونت‌های سال گذشته عوض شده. و کمی آن طرف‌تر عده‌ای از پناهجوها که مشغول بازی فوتبالند.
در هتل محل اقامتم در مانوس با یکی از نگهبانهای اردوگاه که نمیخواست هویتش فاش شود ملاقات کردم. روزی سه وعده غذا میخورن. غذای خوب. ساعت پیاده روی هم دارن. حدود یک ساعت. میتونن بیان بیرون برن اطراف کمپ بگردن. حتی فوتبال هم بازی میکنن. الان اگر نگاه کنید نرده ها هم نو شده. انگار ما اینجا زندانی نگه میداریم. الان داشتم به این فکر میکردم. زندونمون با وجود این فنسایی که کشیدن چقدر قشنگ میتونه باشه. تصور کن یه قفس بزرگ و واقعی توی دور افتاده ترین جزیره دنیا که یه طرفش با اقیانوس میخوره و یه طرفش به جنگل انبوه و درخت های بلند نارگیر که اطرافشه. ما حالا مطمئنم زندون ما قشنگترین زندون دنیاست. واقعا حس بدی دارم. اینا هم میخوان مثل مردم عادی زندگی کنن. حقشون نیست اینجوری زندگی کنن. با وجود بهبود نسبی در شرایط اردوگاه، موج اعتراض‌های جدید اوائل سال جاری میلادی به راه افتاد. We are all asylum seekers on Manus Island. Please tell someone to come and help us in here. صدها پناهجو این بار از ترس اقامت اجباری در گینه نو و مانوس به مدت دو هفته دست به اعتصاب غذا زدند. شرایط اینقدر بحرانیه که از کنترل خارج شده. اینجا هر پنج دقیقه یه نفر میفته تو فوکس. بعضی لبدوزی کردند و بعضی با خوردن تیغ اقدام به خودکشی. با این همه استرالیا پای حرفش ایستاده. کشوری که میگوید سیاست‌های سختگیرانه‌اش جان انسان‌ها را در آب‌های اقیانوس نجات می‌دهد. در این آب‌ها سواحل اندونزی محل شروع سفر پناهجوهای زندانی در مانوس با قایق. برای تهیه مجموعه گزارش‌های تحقیقاتی از خطرات پیشروی پناهجوها به اندونزی سفر کردم. جایی که با آرمین، پسر بچه 11 ساله ایرانی دیدن کردم. او در راه رسیدن به استرالیا همه اعضای خانواده‌اش را از دست داده بود. چرا؟ کار زندگیم خوب بود. ولی عمه بهارم گفتش اینجا خیلی بهتره. همه چی واسهتون فراهمه. میتونید بیاید. یه دو سال طول کشید تا ما کل پولامون رو جمع کردیم. اون 12,000 تا. نزدیک ساحل بودی. 100 متری ساحل بودی. یه موج خیلی قوی با تمام قدرت ما رو پرت کرد و کشم اون وسط دونس شد. بابا اومد بند لباس رو باز کرد. انا برد بالا که موج تا سرش خورد به میخ. رفت زیر آب. آرمین از آن حادثه جان به در برد، ولی پدر، مادر و خواهر کوچکش رو از دست داد. همش تو خوابا میان. زیاد ایران نمیان، ولی مامانم میگه گریه نکن، همه چی درست میشه. از 100 سرنشین آن قایق تنها 28 نفر زنده ماندند. دیگه نمیخوای بری استرالیا؟ نه. خانواده آرمین برای رفتن به استرالیا زندگیشان را فروختند و به قاچاقچیان انسان دادند. سوداگران مرگی که از رؤیای پناهجوهای بی پناه سود می‌برند. تجارتی که دولت استرالیا می‌گوید با سیاست جدیدش جلوی آن را گرفته. در بازداشتگاه پناهجوهای جاکارتا یک پناهجوی افغان از سفر پرماجرایش برایم گفت. اومدیم پاسپورت‌ها رو خودت چنج کردیم، اومدیم ما خودم شخصا هندوستان اومدم، از هندوستان اومدم کامبوج، از کامبوج رفتم
تایلند، از تایلند زمینی رفتیم در مالزی، از مالزی در انگلیزی استرالیا میخواستیم بریم. قایق ما در طوفان گیر شد، 12 ساعت در بین بحر بودیم. ما از 12,000 تا 15,000 دلار میتونیم. تعداد قایق‌های پناهجوها به سمت استرالیا از 400 قایق در سال 2013 میلادی به یک قایق در سال بعد از آن رسیده. نیروی دریایی استرالیا 15 قایق را هم از میانه راه برگردانده. چیزی که به گفته دولت استرالیا حکایت از کاهش شدید قاچاق انسان دارد. در مانوس اما درخواست پناهندگی عده‌ای محدود از پناهجوها پذیرفته شده و اولین گروه به بیرون اردوگاه منتقل شدند. عده‌ای انگشت شمار. اولین گام‌های استرالیا برای اسکان پناهجوها در گینه نو. اسکان بیش از 1000 مرد در جامعه محلی این کشور. هرچند خیلی‌ها این موضوع را زیر سوال می‌برند. I think the program initially started off from Australia. هدف این طرح این بود که قایق‌ها سمت استرالیا نیان، به قول خودشون سرزمین شیر و عسل. حالا دولت بعدی استرالیا تصمیم گرفته کمپ‌های پناهجوها رو اینجا بسازه که برای استرالیایی‌ها خوبه، ولی برای پاپوآ گینه نو نه. ما هرگز فکر نمی‌کردیم بحث اسکان این افراد باشه. فکر می‌کردیم در دورانی که پرونده‌شون بررسی میشه بهشون جا میدیم، بعد میفرستنشون کشور ثالث. اسکان دائمشون اینجا دیوانگیه، دیوانگی محض. محل اسکان موقتی پناهجوها مجموعه‌ای مدرن و نوساز است که با بودجه بیش از 100 میلیون دلار آمریکا احداث شده. آپارتمان‌هایی به مراتب مجهزتر و بهتر از خانه بسیاری از بومیان جزیره. چیزی که موجب نارضایتی بعضی از آنها شده. Hi. How are you? Nice to see you. الان تو یک روستا در جزیره مانوس هستیم. من درست از زیر خونه‌ای هستم که روی پایه‌های بلند قرار داره به خاطر شرایط آب و هوایی اینجا که بارون‌های شدید میاد و تبدیل به سیل میشه. حدود 90% جمعیت مانوس در مناطقی روستایی و در خانه‌های اینچنینی زندگی می‌کنند. بریم یه نگاهی بندازیم به آشپزخونه یک خونه روستایی در این منطقه. خب همونطور که میبینید این کابینت آشپزخونه است با ظرف و ظروف زن خونه. اون زیر غذا و آذوقه خودشون رو نگه میدارند. از اونجا که در بیشتر روستاها برق وجود نداره، معمولاً با استفاده از چوبی که از جنگل جمع میکنند غذا رو میپزند، آب گرم میکنند. اینجا هم ذخیره چوبشونه. روستاییان اینجا برای سیر کردن خود از طبیعت بهره میگیرند. این حیوان شام یک شب خانواده است. در حالی که پاپوآ گینه نو با مشکلات زیادی از جمله فقر، بیکاری، بیسوادی و مشکلات درمانی دست به گریبان است، منتقدان میگویند این کشور آمادگی پذیرش جمعیت تازه وارد را ندارد. به این مشکلات باید اختلافهای فاحش فرهنگی را هم اضافه کرد. اگر کوچکترین حساسیتی نسبت به امنیت پناهجوها وجود داشته باشه، نباید اینجا اسکان داده بشن. موضوع فقط شورش و اینجور چیزا نیست. دو فرهنگ کاملا متفاوت رو میخواید در یک محیط جهان سومی کنار هم بگذارین. هیچ کس جذب این جامعه نمیشه مگر با مقدمات مناسب. جز این غیر ممکنه. با شنیدن خبر اسکان ما در جزیره مانوس، برای یک لحظه تمام دنیا رو سرم خراب شد. با مردمانی که دندانهایشان همیشه قرمز است. تصور کن اینجا باید زندگی کنم، باید ماهیگیری یاد بگیرم و بتوانم از درختان بلند نارگیل بالا بروم و زبان پیجین که فقط در این جزیره به کار می رود یاد بگیرم.
اگر کسی نخواد اینجا بمونه و شما به زور اینجا نگهش داری، شکی نیست که مشکل ایجاد خواهد شد. این مردم نمیخوان پاپواگینه اینو بمونن، میخوان برن استرالیا. اسکان مردمی با فرهنگ متفاوت و مذهب متفاوت اینجا در پاپواگینه نو کار ساده ای نیست. اصلا کار ساده ای نیست. مردم کوچه و خیابان هم البته نگرانی های خود را دارند. In Manus, and they can live with us. Marriage, they can do that. We are human beings. Our lives are very important, and we have to live together as one. تا رسیدن به راه حلی برای مشکل پناهجوهای مانوس، به نظر راه درازی در پیش است. از یک سو پناهجوهایی که تصور زندگی در گینه نو هم برایشان سخت است، و از طرفی استرالیا که درهایش را بروی آنها بسته. در حالی که اسکان پناهجوها در گینه نو هم با چالش‌های زیادی همراه است. مادام که کشوری باشد که مردمش بخواهند آنجا را ترک کنند، این مشکل هم پا بر جا خواهد بود. سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا با نمادهای معروفش. جایی که پناهجوهای بازداشتی در مانوس احتمالاً هرگز روی آن را نخواهند دید. کشوری که با این سبک زندگی و آزادی‌های رایج در آن عده زیادی را از گوشه و کنار دنیا به خود جذب کرده. امیر یکی از آنهاست. او بعد از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات 88 در ایران به استرالیا مهاجرت کرد. مشکلات اقتصادی از یک طرف، نداشتن آزادی هایی که باید باشه، من فکر میکنم به عنوان حقوق یک انسان، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی. امیر و خانوادش با ویزای اقامت در استرالیا به اینجا آمدند. آنها جزو 190 هزار نفری هستند که سالانه از راه‌های قانونی و در قالب برنامه مهاجرتی استرالیا به این کشور می‌آیند. علاوه بر اینکه استرالیا سالانه حدود 20 هزار پناهنده را به دلایل بشردوستانه می‌پذیرد. اون حس آزادی که تو داری می‌بینی وقتی که میای اینجا، اون حس آرامشی که داری. بعد از امیر، برادرش هم راهی استرالیا شد، ولی با قایق. او و همسرش حالا در اردوگاه ساحلی پناهجوها در جزیره ناورو گرفتار شدند. امیر نگران است که گفتگوی او با ما بر پرونده برادرش تأثیر منفی بگذارد. ما اسم واقعی و هویتش را محفوظ نگه داشتیم. صحبت که باهاش میکنم دلم میریزه، داغون میشم از درون، خیلی ناراحت میشم به خاطر شرایطشون. ولی شرایط کلیشون اینه که واقعا میتونم بگم که براشون خیلی سخته. بعضی موقعا میگن اصلا جهنم. امیر حالا در انتظار تغییری در سیاست‌های دولت استرالیا لحظه شماری می‌کند. اما پیتر داتون، وزیر جدید مهاجرت استرالیا، می‌گوید از تغییر خبری نیست. او در اطلاعیه رسمی گفته دولت استرالیا تغییری در سیاست‌هایش نخواهد داد. این سیاست‌ها جان بسیاری را نجات داده و برنامه‌های مهاجرتی و بشردوستانه ما را سامان بخشیده. پناهجویانی که غیرقانونی، بدون ویزا و با قایق به استرالیا بیایند، در این کشور اسکان داده نخواهند شد. تلاش‌های ما برای مصاحبه با مقام‌های استرالیا بی‌نتیجه ماند. پیتر داتون به درخواستمان جوابی نداد و اسکات موریسون، وزیر مهاجرت سابق، آن را رد کرد. نه تنها فعالان حقوق بشر، بلکه بعضی سیاستمداران استرالیایی هم آشکارا با سیاست‌های مهاجرتی این کشور مخالفت کردند. سارا هنسون یانگ از سناتورهای حزب سبز و عضو هیئت پارلمانی تحقیق درباره خشونت‌های مانوس می‌گوید سیاست اردوگاه‌های ساحلی پناهجوها اشتباه است. این مراکز مثل جهنم میمونن، طوری طراحی شدن که آدما رو مستعصل کنن، وادارشون کنن برگردن خونه‌شون.
It's illegal from my perspective. از نظر من غیر قانونیه. اساساً این فرایند پیشگیری غلطه. همه این مراکز باید فوراً بسته بشن و درخواست این افراد از مجرای قانونی بررسی شه. They need to be closed. They need to be closed immediately. او از مخالفان سرسخت اسکان اجباری پناهجوها در گینه نوست. Resettlement. اسکان اجباری شوخیه. امکان نداره عملی بشه. مشروعیت قانونی هم نداره. Legitimate. تا زمانی که دولت استرالیا پول میده، کشورهای همسایه مثل پاپاوگینه نو و ناورو هم حاضرن جورشو بکشن. بن دوئتی از روزنامه گاردین استرالیا این بحث ها را از نزدیک دنبال کرده. Public opinion on Australia's offshore asylum policies is افکار عمومی کاملا دوپاره شده. هر دو طرف هم خیلی پرشور و حرارتن. یه طرف میگن وزیر مهاجرت کار درستی میکنه جلوی قایق‌ها رو میگیره که شعار انتخاباتیش هم بوده. طرف مقابل میگن اگر این سیاست تأثیری هم داره در کل مغایره با تعهدات بین‌المللی استرالیا است. میگن توجه و نوع دوستی استرالیایی ها کجا رفت. نکته دیگه تعهدات استرالیاست به قوانین بین الملل و کنوانسیون پناهندگان. خیلی ها معتقدن استرالیا تعهداتش رو نقض کرده. در حقیقت عملا مردم رو به خاطر اینکه سعی کردن بدون ویزا وارد این کشور بشن مجازات میکنن. By virtue of the fact that they've come to this country by boat without a visa. به خیابان‌های سیدنی رفتم تا نظر مردم را جویا شوم. It's obviously working because the boats have stopped. Sometimes you need a big stick. And Europe can take a lesson from this, I think that the current government has managed to stop the boats, but they've stopped it at a huge price. A huge price. And to Australia's reputation internationally, and frankly to me as a new Australian, that illegal way of trying to get here, which is risking other people's lives and risking livelihoods in terms of them paying pirates to try and get people over here. That's the part that I don't agree with. If you're a refugee, there is definitely ways to get over here in a legal way. دولت استرالیا بعضی پناهجوها را از جزیره مانوس و ناورو به شهر سیدنی منتقل کرده، اما نه به عنوان پناهجو یا مهاجر. آنها را به طور موقتی در اردوگاهی در این شهر اسکان داده. پناهجوهایی که به مراقبت‌های پزشکی و روانی نیاز دارند، از جمله چند نفر از مجروحان خشونت‌های مانوس. اینجا هم ورود دوربین به اردوگاه قدغن بود، ولی من وارد اردوگاه شدم و با عده‌ای از پناهجوهای ایرانی ملاقات کردم. من امروز اینجا در شهر سیدنی به یکی از اردوگاه‌های حاشیه این شهر رفتم، جایی که سه تا از پناهجوهای جوان ایرانی همگی به شدت از نظر جسمی و روحی آسیب دیدن اینجا نگه داشته میشن. یکی از اینها چشم راست و سمت راست صورتش رو از دست داده، اون یکی از نایه کمر تیر خورده، گلوله هنوز در نایه کمر باقی مونده و دکترها نمیتونن در موردش کاری بکنن، و نفر سوم به شدت از نایه سر با قمه ضربه خورده. من با اینا صحبت کردم، پای داستانهای تکاندهنده و هولناکشون نشستم، آدمهایی که حال حاضرشون از دست دادن و آیندهشون هم در این کشور نامعلومه. شورش هایی که در اردوگاه پناهجوهای جزیره مانوس اتفاق افتاد تنها به مرگ رضا براتی 24 ساله پناهجوی ایرانی ختم نشد، بلکه تعداد زیادی از پناهجوها رو برای همیشه دچار نقص فیزیکی و حتی روحی کرد. بعد از ملاقات های رو در رو با این پناهجویان از خود میپرسم آیا این اوج بیرحمی یک سیاست نیست؟ سیاستی که استرالیا میگوید زندگی ها را نجات میدهد و از تکرار تراژدی هایی مثل تراژدی آرمین جلوگیری میکند، در حالی که او حالا به ایران برگشته با زخمی ماندگار بر روح و روانش. با دوستای قدیمیش اصلا ارتباط نداره، به خاطر اینکه دوست نداره بدون این پدر مادرش و خواهرش تو این راه از دست داده، از دوستای قدیمیش فراریه، خیلی بهانه‌گیر شده به خاطر پدر مادرش. اینا اصلا گریه نمی کنه. ما وقتی که سر مزار میریم اصلا گریه نمی کنه.
ولی خیلی متزه دل نازکه، مثلا سر چیزایی خیلی کوچولو گریه میکنه. یا یه سری رفتیم دریا اصلا از ماشین پیاده نشد، به اصرار خودش رفتیم ولی اصلا از ماشین پیاده نشد، دوست نداشت که پیاده شه. استرالیا مصرانه میگوید سیاستهایش کارساز بوده. رسانه‌های این کشور از اولین پناهجوی اسکان داده شده در جزیره مانوس خبر دادند. خیلی از نگاه‌ها حالا به او دوخته شده. پناهجویی که بناست زندگی تازه‌ای را در پاپوا گینه نو آغاز کند. من الان آزادانه اینجا دارم راه میرم. تنهام. هیچ پلیسی هم همراهم نیست. امیدوارم یه روزی بتونم آدم مفیدی برای این کشور باشم. اما سیاستی که برای نجات جان انسان‌ها طراحی شده در عمل زندگی‌های زیادی را ویران کرده، حتی آنها که به اجرای این طرح کمک کردند. فکر می‌کنم کار کردن توی اون مرکز منو کاملاً عوض کرد. بعضی وقتا فکر می‌کنم اگه برای کار نرفته بودم اونجا زندگیم چه جوری بود؟ شاید تا حالا دانشگاهمو تموم کرده بودم، شاید تو خود استرالیا یه شغل خوب گرفته بودم. من کارم به روانپزشک کشید. مدام خواب چیزایی رو که اونجا دیده بودم می‌دیدم. دیگه اون آدم قبل از مانوس نیستم. شاید تنها فایده‌ای که اون دوران داشته اینه که دوباره درس خوندن رو شروع کردم. دارم مدرک مشاوره می‌گیرم. میخوام یه چیزی به جامعه برگردونم. کی میدونه، شاید با پناهجوها کار کردم. زندگی برای امید در اردوگاه ادامه دارد، همراه با یأس، ناامیدی و افسردگی. برای او برگشتن به ایران برابر است با خطر دستگیر شدن و ماندن برابر با زندگی ناخواسته و اجباری در پاپوا گینه نو. امید هرگز چنین پایانی بر رویای زندگیش در استرالیا تصور نمی کرد. من باید چیزی که توی زندان وجود داره، این کم وجود داره و اونو از زندان، مقامش از زندان تخفر میکنه، اینه که اون قضیه بلا تکلیفی هست. یه زندانی میدونه که چقدر زندان ولی در اینجا مشخص با خاطر همین بوده. خیلی با وجود مشکلاتی که داشتم نتونستم اینجا بمونم، برگشتم که الان به مرحله بی‌تفاوت رسیده. الان خیلی برای من مهمه.